این بسته امروز برام رسیده، گفتم با هم بازش کنیم ببینیمش دیگه. سری لباس باز تو ایناست. سلام، چاکرم شهرز، اومدم با یه ویدیو خفن دیگه، یه آنباکس خفن دیگه. چه خبر ردیفی؟ میزونید من قهوه‌مو کجا گذاشتم؟ خب آقا، یه جدای این که از اون بسته اون جعبه برام رسیده، سری لباس باز تو اینا توش، خواستم بازش کنم، گفتم همینه ویدیوش کنم شما هم ببینید دیگه. چه خبر ردیفی؟ داستی ماشین جدیدم گرفتم، بهتون نشون بدم کارو. ببین اینجوری میگیرم که عشان زوم کنه، یا اینجوری بگیرم یا اینجوری بگیرم. کارو بگیر. البته اینو من نگرفتم، یکی از دوستان برام گرفته، ولی خیلی دوستش دارم، خیلی رنگ نابی داره. توییت های دیگه آره دیگه، ما هم با همینو عشق میکنیم. چطوری دو نه ردیفید؟ میزونید نبینم غم زده باشید، سختی و مشکلات برای همه هست. عشق کنید، دنیا دو روزه بده بره. یه سری بسته رسیده، من از جایی که قهوه دیدم اصلا چی نشده افتاد، اصلا دست به قهوه ریختنم خوبه نشد، من تیشرت سفید بپوشم قهوه نریزه روش. کلن داستان قهوه خوردنم. لباس مباس و اینا رسیده، سفارش داده بودم رسیده، گفتم براتون اولین عینک اوکتیه رو بهتون نشون بدم. البته من اینو بازش کردم، ولی خب این دیدمش خودم، ولی شما بذارید برم از نزدیک این کاورش و فلان. اینم که لوگوی خود اوکتیه، اینم که اینجوریه، اینو در میاری، بعد دسته رو ببین چقدر نرم باز میشه، نگاه کن حالت تیکتوری داره، خودش میره رو کار. سیس دستش اگه زوم کنه خیلی خوب ببینی، اگه شیشه هاشه چطوره؟ سیسه اقاب برنده رو گرفتم. این اوکلیه بود، قیمتش هم فکر کنم 4-5 هزار لیر بود، یادم نیست، تو همین هلوش بود. آها اینم بهتون بگم، یه سری اومده بودن سوال کرده بودن که کفشا رو، این کفشا رو ما از کجا میتونیم خرید بزنیم؟ داخل سایت هم شهروز وای یا همون شهروزی .com سایت خودمه، کارهایی که موجوده هم همه کارا ریسل دیگه، نه قیمتاش بالای 10 هزار لیره، اینجوری حساب کن. میتونید برید از اونجا چک کنید که چه کارهایی موجوده. توی اینستا هم میتونید بهم دایرکت بدید دیگه، اینستا هم باز همینه @ شهرروز وای. این پوماه، پوما سوئده بود اگه اشتباه نکنم، یا نه بازش کنم. آها این کلبه با روجی ویلسون، روجی کلاب پوما با روجیه که بهتون گفتم، یه دونه دیزاینر فیلیپینی خیلی خفنه، این کارش درسته. بعد حاجی چه جنسی زده، جنس کارو ببینید، چه جنسی زده، چه چرمی داره کار، ببینید. به دورتر بگیرم که رنگ خودش دیده بشه. روجی ویلسون بود اگه اشتباه نکنم، خیلی اسم سختی داره بیناموس، ولی جنس خفنی داره. بعد چرمش چرم خفنیه، خوشگله. کارو ببینید، پاپوشش عالیه ها، از اون کارهایی که خیلی دوست داشتم. اینو برای خودم سفارش دادم، یه دونه دیگه برای مشتری سفارش داده بودم که تو استوریام گذاشتم براتون. اتکتاشو بدم میاد، دوست دارم بکنم. یه دونه بندم داشت دیگه، خیلی حال میکنم که بند میذارن، چیز بی‌ارزشی ها، ولی حس خوبی بهت میده، نمیدونم چرا، احساس میکنی برات مثلا جایزه گذاشتن توی کفش. این پوما هم خیلی خوب بود، فکر کنم هنوزم موجود باشه بعضی از سایزش، با اینکه کلاب بود پومای قوی بود. آه دو سه تا تیشرت داریم، یه دونه کرپ گرفتم برای خودم، البته از اینا هم باز دو سه تا داشتم، اینو جدید گرفتم.
چون نمیخوام هی دریارم بذارم تو اون کفش دیگه هم باز دریار، میدونی مثلا دیگه دو سه تا رو باید داشته باشی وقتی کفش زیاد داری. اینم خیلی محصول باحالیه، برند کرپ بچوی برند آمریکایی خیلی خفنه، بعد تخصصی روی اینجور چیزای کفش کار میکنه، روی کلینرها، تمیز کننده هاش، روی گاردار، روی دستمال نانو، اسپری، فوم، و چندین ساله داره کار میکنه. جز اولین برنده بود که تخصصی این کار رو شروع کرد، آمریکایی هم هست. توی دنیا یه دونه کرپه، یه دونه جیسون مارکه دیگه، که دوتاشون هم آمریکایی هست، خیلی خفنه. بعد این گارداش خیلی باحاله، اینا میخوره جلوی کفش، میبینید اینجا شکلشو کشیده دیگه، میبینید دیگه مثلا تو گام که برمیدارید، قدم که میزنید، اون جلوی کف شکسته نمیشه، خیلی باحاله. بعد جلاتینی هم هست. بعد سایزش میدونی چه جوریه؟ مثلا سایز داره 41 تا 48 36 تا 41، سایزش اینجوریه. تیشرت یه دونه نایکی، اینو سفیدشو گرفته بودم، این نایکیه رو مشکیش هم گرفتم دیگه، چون که طرح روشو خیلی دوست داشتم، من از این طرحای فان و اینجور چیزا دوست دارم، خاطر همین با این طرحش خیلی دار کردم. نگاه، اوورسایز و اینا هم نیست، من سایز امشو گرفتم. رو میخواید براتون یه تم بزنم؟ آره، تم پوششو ببینید. بذار یه دونه پس همشو باز کنم. یه دونه آدیداس گرفتم، آدیداس هم خیلی باحاله. آدیداس لوگوشو اومده حالت فایر کار کرده، خیلی باحال شده سیسش، گنگش رفت. حتی یه سبزم داشت، این سفیدشه. کارو نگاه، خیلی خوشگله، واقعا دوستش دارم. یه دونه دیگه هم گرفته بودم اونجا. یه دونه دیگه هم این نایکیه رو گرفتم، اینم خیلی دوست دارم. این که اصلا خوراک خودم و خیلی تربوشو دوست دارم. همین ترش جلوش هم هست دیگه، این پشتش گذاشته بزرگتر، خیلی خفنه. الان براتون بپوشم ببینید. آقا این چطوره؟ ردیفه؟ اوکیه، نظرم خوبه، بد نیست. سایزش هم مدیومه دیگه، مدیوم و اندازمه، چون اوورسایز که نیست دیگه. کاری که اوورسایز نباشه رو من دیگه مثلا نمیام لارج و اینا بگیرم. این قشنگ اینجوری امش، تنپوشش قشنگ تر. بذارم یکی دیگرم بپوشم. داده این نایکیه هست، نایکیه خیلی خوشگله، تر پشتش خیلی نابه، خیلی دوست دارم تر پشتش، قبول دارید؟ خب اینم لارج گرفتم، این مثلا این لارجش بهتر به نظرم تا امشو بخوای بگیری. آدیداسم امشو گرفتم، این الان سایز امشه. اینم که سفید ساده است، بعد پارچهش خوبه، پارچه خوبی داره، و اینکه لوگوشو خیلی دوست دارم، فایر روش خیلی نابه. البته یه تیشرت رنگ سبزش هم داره، اونم باحاله دیگه، بستگی به ستاتون داره. حال کردید؟ بعد دیگه این لاکوستمون، این البته این لاکسته رو برای خودم نگرفتم، ولی چه کاریه، چقدر خفنه، چقدر خوشگله این کفش. نگاه کارو، خیلی خوبه، واقعا نوه. این خیلی کفش راحتیه، بعد خیلی دیتیل داره. بذار نزدیکتر بیارم. این زیرش رو میبینید، خار کار کرده، میبینی اینا خیلی توی راه رفتن تاثیر داره، هم استکاک به زمین اونی برای بالا، همین که قشنگ زیر پاتون احساس میکنی. حالا شاید مثلا الان به نظر شما چیز عجیب غریبی بیاد، بگی مثلا این چه کاری کرده، ولی قشنگ زیر پا احساسش میکنی. بعد اصلا زیره رو نگاه چی کار کرده، بی‌ناموس. لاکست خیلی رو کیفیتاش کار میکنه، برند گرونی هم اصلا، این فکرم 7000 لیر باشه، 8000 لیر باشه، یادم نیست، ولی رو کیفیت کار میکنه. یعنی دقیقا میاد اون مبلغی که ازت میگیره رو حلالش میکنه، جوری میکنه که تو میگی بابا حلالت. واقعا هم همینجوریه، خیلی کفش خوشگلی. حتی این چند تا رنگ هم داره، رنگ بندی هم داره. زیره شو نکن اینجا اگه دیده بشه، چون لوگوش رو همیشه هم تمساح معروفش رو همه جاش میتونید ببینید. خیلی کفش خوشجنسیه، اصلا عجیب کفش خوبیه. اینم خیلی دوست داشتم، کفش خفنیه، اصلا تو خفن بودنش اصلا شک نکنید، اصلا رفتی به برند و اینا نداره. بعد اینجاهاش اصلا حالت خمیری کار کرده، خیلی خفنه.
اینا اومده بود، گفتم آنباکسش کنم ببینید دیگه حالا من چیا میخرم چه جوری. از بعد بقیه آنباکس ها من همینجوری براتون میارم دیگه. این اوکلیر هم خیلی دوست داشتم، الان هم مود شده دیگه. ولی خب یه چیزو بهتون بگم، حالا اگر درآمدتون طوری نیست که بخواید خرید و اینو انجام بدید، مثلا اینجور فرما بعد یه مدت از مود میره دیگه. الان افتاده رو بورس مود شده، بعد یه مدت دوباره از مود میفته، یعنی برای همون مدت زمانی که موده خوبه، مدل هایی که یه مقدار از حالت نرمال خارجن، مطمئن باشید بعد یه مدت از مود میفتن. حالا یا شما براتون مهمه که دیگه حالا باید بذارید بیرون یکی دیگه بخرید، یا حالا براتون مهم نیست از همین همیشه استفاده کنید. اما کسایی که خیلی به مودن میتونن بگیرن، بعد خب حالا باز چیز دیگه مود چه اونو میگه. اما کسایی که میخوان مثلا یه عینک داشته باشن، دو تا عینک داشته باشن، این مطمئن باشید بعد یه مدت دوباره از مود میره. الان خیلی روی بورس افتاده، ولی خب چه باحالیه، من دوستش داشتم. اوکلر خیلی برند خفنیه، خیلی خفنه. یه ماشین دیگه من بهتون نشون بدم، البته اینو دیدید، بذارید این جیپ رو بهتون نشون بدم. جیپ رو نگاه بذار سر انگوش اگه بتونم بگیرم، کار رو نگاه رو سر انگوش چقدر خوشگله. اینو خیلی دوستش دارم، اینو واقعا دوستش دارم، خوش رنگه، جیپ نابیه. آنباکس هم روز چند تا شد دیگه، یه سری چیزایی خریده بودم. آقا دمتون گرم، سابسکرایب بکنید، بعد دیگه ما رو به دوستا. بچه الان دیگه فقط به قرآن حالم دیگه داره از اینستا به هم میخوره. نومسن رو چی باز میکنی تو اکسپلور، یا یارو داره میرخصه، یا گیتار دستش گرفته داره گیتار میزنه، یا مسخره بازی. حالا من اصلا کاری به اونی که هنرمند کمدین اینا ندارم، اونو خب همه ذاتن میدونید دیگه، مثلا طرف کمدینه، اما یه سری اصلا دارن ادا بازی در میارن، بعد حالا اونو من اصلا بهش کار ندارم. تو میگی یارو کسخله، یارو رد داده، دیوانه است اصلا، مسخره بازی داره در میاره، خب اون اصلا کار نداری. یارو مثلا میبینی 300 کا 400 کا 1 میلیون 2 میلیون فالوور داره، اونا باز چقدر از اونو احمق ترن که همچین کسایی رو مثلا میبینی ناسا موشک هوا کرده اونقدر ویو نخورده، یارو داره مثلا مسخره بازی در میاره مثلا 300 میلیون ویو خورده حالا به عنوان مثال. ولی من چسبیدم به اینستا، یعنی یه دلیل شماهایید که خب خرید مرید و اینا دارین، یه دلیلش هم این که از طریق اینستا بتونم ارتباط برقرار کنم با یوتیوبم. الان یوتیوب برای من خیلی مهمه بچه‌ها، حداقلش اینه که اینجا رو هنوز ایرانیا راه مسخره بازیشو یاد نگرفتن. همه آدمایی که اینجا دارن ویو میزنن کار میکنن آدمای درست حسابی ان، 90 درصدشون اکثرشون درست حسابی ان، و کار منم یه جوری که الان دست خودمه فقط اینجا، گرفتی چی شد؟ برای همین به حمایت شما نیاز دارم، زودتر رشد کنیم، بیایم بالا این یوتیوب رو داشته باشیم. اونجا اصلا حال و حوصله‌شو ندارم، در دیگه هر روز میام 4 تا استوری بذارم شما ببینید کار خوب چی تو بازاره. دمتون گرم، حمایت کنید یوتیوب رو، سابسکرایب، لایک، کامنت، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، خیلی مهمه. بگید این پسر از خفنه، کلکسیون داره خودش، کارتون باز می‌کنه. معرفی کنید اونم بیان تو کانال ما، کلی کفش داریم اینجا آنباکس میکنیم، حداقل ببینن. روزی 1000 نفر راجع میان دایرکت اینستا به من میپرسن فرق هنوز دارن، یارو میپرسه فرق های کپی و اورجینال چیه. خدا داشت بیا اینجا 10 دقیقه ویدیو رو نگاه کن، این دیتیل های این کفش رو از نزدیک ببین، بعد برو با اون کپی مقایسه کن، خودت میفهمید داستانی شده. دمتون گرم، در صورت دوستتون دارم زیاد. تا ویدیوی بعد، آنباکس بعد، خدا نگهدار.